با توجه به درخواست‌های زیادی که شما عزیزان از بنده داشتید، امروز برای شما یک ارتباط بسیار بسیار بی‌نظیر رو میذارم که با توجه به روحانیتتون عزیزان رو باید انجام بدید. حالا در ادامه با من همراه باشید تا براتون بیشتر از این نوع ارتباط صحبت بکنم. و اگر البته علاقمند هستید به عالم ماورا طبیعه، حتما این برنامه را اگر میخواد انجام بدید با دقت تا انتها به درستی من رو همراهی بکنید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید بدور از کجی و کاستی و مریضی باشید، همواره تندرست و دستتون جانتون نیازمند به کسی نباشه. بارهای بار به شما عزیزان تکرار کردم، اگر میخواید در زندگیتون نور خداوند رو داشته باشید، انرژی پاک عالم کائنات رو داشته باشید، به بزرگترهاتون، به پدر مادرتون احترام بکنید. خیلی از عزیزان از ما بارهای بار این مطلب رو خواستن، چگونه میتونیم با موجودات دیگر ارتباط بگیریم. من امروز میخوام در مورد یکی از این ارتباطهای بی نظیر که این دستور هم شخصا مال خود شخص بنده است براتون صحبت بکنم و این دستور رو بهتون بگم. منتها قبل از این که من دستور رو میگم، دو تا مطلب هست که این دو تا مطلب رو در تقریبا انتهای برنامه براتون شرح میدم، تا این دو تا مطلب بچه و زمان این برنامه است. من قبل از هر چیزی شروع میکنم به گفتن این اصطلاحاً رابطه و بعد از اون در تقریبا انتهای برنامه براتون اون مسائل رو توضیح میدم، پس با دقت من رو همراهی بکنید. عزیزان، من بارها برای شما این رو توضیح دادم که یکی از راه‌هایی که به اصطلاح موجودات، جنیان، هر موجودی با شما درش ارتباط میگیره، عالم میان بعدیه. این عالم میان بعدی همون عالم رویای شماست که در اون شما در میان ابعاد میگردید و معمولا نمیتونید وارد بشید. حالا اونجایی که وارد میشید درش و اینها، همون عالم میان بعدی است و در این عالم رویا ارتباط رو اولین بار خیلی از موجودات در اونجا برقرار میکنن. حالا من این رو بهتون آموزش میدم. ضمناً این رو بدونید عزیزان که این مطلب رو من اگر بخوام مثلا بر فرض مثال به کسی توصیه بکنم، به کسانی این رو توصیه میکنم که تقریبا روحانیت خوبی دارن، کسانی رو توصیه نمیکنم که هنوز تا الان هیچ کاری انجام ندادن و این مسائل رو ایجاد نکردن. کسانی این رو میتونن اجرا بکنن که بهتون گفتم در انتهای برنامه بهتون رو توضیح میدم چه کسانی رو میتونن اجرا بکنن و همچین لازمه قبل از اون چه هست. خب این دستور رو عزیزان 7 روز حداقلش هست و 14 روز دستور کامله، یعنی شما میتونید 7 روز اجرا بکنید، میتونید 14 روز اجرا بکنید. و به نظر من اگر کسی میخواد این رو انجام بده، 14 روزه رو انجام بده، دستور کاملتر خواهد بود و خیالتون هم راحت تر هست. شما باید 3 روز قبل از اینکه عمل رو انجام بدید ترک حیوانی داشته باشید، یا اگر بهتر توضیح بدیم پرهیز جمالی داشته باشید. پس 3 روز قبل از عمل ترک حیوانی بکنید و پرهیزتون جمالی باشه، بهتر هست. ولی خب ترک حیوانی هم کردید مشکلی نداره. در هنگام عمل عزیزان حتما باید لباستون سپید باشه، محل باید به اصطلاح جدا از جایی باشه که همه هستن، یعنی یک مثلا اتاق خاص داشته باشید یا یه درجه باشید که کسی بهش رفت آمد در هنگام عمل نکنه. عزیزان این رو باید به جد بهش توجه بفرمایید. خب صبح قبل از شروع عمل حتما باید چیکار بکنید؟ غسل و نیت انجام بدید. این هم یکی از ضروریاتی است که همیشه بهتون گفتم چه من بگم در برنامه چه نگم، همیشه در هر برنامه که من میذارم قبل از اینکه اون عمل رو انجام بدید، صبحش باید
قصونیتتون رو انجام داده باشید. بسیار خوب. این عمل عزیزان بهتر است که درش این چیزایی که میگم رو نخورید. نگاه بکنید، نمک سعی کنید نخورید، پیاز و سیر یا نخورید، خوردیدم خیلی خیلی کم، پس اینا رو هم سعی بکنید یادتون باشه. عمل عزیزان چی داره؟ اسراف و تحسین حتمی است. اسراف و تحسینتون حتمی. حالا کسی زمان عمل مندل هم کشید بهتر، نکشید مشکلی نداره. و بازم میگم آخر برنامه من دو سه تا چیز هست که حتما میگم اونها رو باید بدونید و یعنی این افراد میتونن این کار رو انجام بدن. بسیار خوب. شما عزیزان اگر نماز میخونید در پس نماز شما این عملی که میگم رو باید انجام بدید. اینا بعد از نمازه. حالا در دینتون یک نماز دارید، دو نماز دارید، پنج وعده دارید، سه وعده دارید، دیگه خودتون میدونید. بعد از اون این عمل رو میتونید انجام بدید. عمل چه هست؟ 21 استغفار مخصوصه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. این 21 استغفار مخصوصه. 21 آیت الکرسی هست که من بارها گفتم دیگه، آیت الکرسی یک آیه است، الله لا اله الا هو الحي القيوم تا العلی العظیم، این میشه آیت الکرسی. و بعد از اون این آیه رو باید بخونید، آیه اگر اشتباه نکنم 59 سوره انعام اگر اشتباه نکنم، ولی بازم شما سرچ بکنید آیه از اینجا شروع میشه، و کذالک نوری ابراهیم تا من الموقنین. این آیه رو هم باید شما همون یه بار اولش بسم الله الرحمن الرحیم گفتی دیگه ادامه بده دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم نیست، در 21 کرسی هم همینه و نمیخواد، همون یک بار گفتی تا انتها همینه. و آیه رو از وکالالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولیکون من الموقنین، این آیه رو تا اینجا میخونین، آیه رو یا 21 یا 41 مرتبه میخونید. اینا پشت نمازتون هست که باید در نمازتون بخونید. حالا بریم سراغ اصطلاحاً شب شما که باید چی کار بکنید. قبل از اینکه بریم، اگر میبینید عزیزان این کانال برای شما کانالی هست که ارزشمنده یا توش درس میگیرید یا بالاخره براتون ارزش داره، اگر که هنوز در کانال سابسکرایب یا عضو نشدید و سابسکرایب نکردید لطف بکنید و ما هم خوشحال میشیم که عضو کانال بشید. و حتما بعد از زدن گزینه سابسکرایب این چیز رو بزنید، زنگوله کانال رو بزنید، به خاطر اینکه عزیزان این مرتبا ما میگن شما برنامه میذارید ما متوجه نمیشیم یا لایو پرسش پاسخ ما دیر میرسیم. عزیزان به خاطر اینکه من هر شب هر برنامه گفتم زنگوله رو بزنید، وقتی زنگوله رو میزنید به معنی ما لایو پرسش پاسخ داریم یا دسترسی ما بین من و شما هست، این زنگوله براتون ایجاد میکنه و سریع به شما اطلاع میده، ولی وقتی که این رو نزنید میبینید دو روز خبری از برنامه نیست. و برای اینکه هم به ما یه انرژی بدید، هم ما رو حمایت بکنید، هم به الگوریتم یوتیوب بفهمونید که این برنامه برای دیگران هم مفید هست، زحمت بکشید ابتدا حداقل دو کامنت انگلیسی برای ما بگذارید. و خدمت شما عرض بکنم که این گزینه لایک رو حتما بزنید. ضمناً عزیزان من میدونم خیلی از عزیزان لطف دارن به ما، میخوان کامنت انگلیسی بگذارن، ولی لطفاً از تک کلمه مثل ABL اینها جلوگیری بکنید، به خاطر اینکه شما رو ربات تشخیص میدن. شما یک کلمه های میتونید بذارید، یک کلمه هلو میتونید بذارید، یک کلمه تانکس میتونید بذارید، همینا کافی هست و دیگه از گذاشتن کلمات اینجوری جلو خودداری بکنید. سپاسگزارم از همه عزیزانی که از طریق گزینه سوپر تانکس به کانال کمک میکنن و اونایی هم که از داخل ایران از طریق شماره کارت کمک میکنن. خداوند به همه شما برکت بده که این کانال رو شما هستید که ساپورت میکنید. خیلی خوب، بریم به سراغ ادامه. شما شب عزیزان یک جوری باید برنامه‌تون رو شروع بکنید که از ساعت مثلا 10 شب، حالا 9 نیم شب، 11 شب دیگه به ساعت مثلا 3 صبح نرسه. یعنی ساعت 3 صبح دیگه شما چی کار باید بکنید؟ عملتون تموم شده باشه و نباید به این ساعت برسه. شما مثلا میتونید هر شب
ساعت چیکار بکنید؟ مثلا ساعت 10 شروع بکنید، 10 و نیم شروع بکنید که دیگه نهایتا 2 ساعتم 3 ساعتم طول کشید به این کار نرس. حتما عزیزان باید از شمع استفاده کنید. میتونید 3 تا شمع جلوتون بذارید به این صورت، و به اصطلاح اگر چاقو هم دارید میتونید به این صورت بذارید، لبش به سمت خودتون باشه. به جد توصیه میکنم که لامپ خونه روشن نباشه، موبایل داخل اتاقتون نبرید و این مسئله. من اینا رو بارها گفتم، باز هم میبینی تکرار میکنه عزیزان، نتیجه نمیگیره. هی به ما میگن آقا ما نتیجه نمیگیم. خب عزیزان شما همین چیزا رو رعایت نمیکنید. من گفتم لامپ نبرید، نمیدونم هر چیز الکترونیکی، هر چیز داره سیگنال نبرید، نمیدونم فانوس برقی، لامپ برقی به خودتون نبرید، فقط به شمع استفاده بکنید و موبایل نذارید براتون سوره به قرآن بخونه، اینا رو استفاده نکنید. و اما بخور عزیزان، این دستور بخورش همون کندوره، خیلی خیلی ساده هست، به اضافه دانه اسپند، همین، چیز دیگه هم نمیخواد، همینو برای شما کافی هست. بسیار خوب، حالا مطلب دیگه ای که باید شما از بدونید، گفتم لباستون حتما باید سپید باشه، یا چادری که میندازید سپید باشه که روتون میگیرید و اونجا بشید. میخواید مثلا زیرتون بالشت هم بذارید، بذاریدش، مشکل نداره، فقط داخل اتاقتون. من بارها گفتم که عروسک نباید باشه، آینه نباید باشه، چه میدونم عکسای مختلف نچسبونید و اینا دیگه، خیلی مراعات بکنید. بسیار خوب، حالا زمانی میرسه که بخواد عملتون انجام بدید. اول عرض کردم که تحسین اسراف اینا رو باید انجام بدید. تحسین اینا رو من بارها گفتم که 21 آیت الکرسی هست، 7 مرتبه سوره کوثر هست و 7 تا موعظتین. اینا چی هست؟ تحسینتون هست که باید به خودتون، به چاقوتون بدمید. و اسرافتون هم 3 مرتبه، یا حالا اول مثلا کمتر روحانیت دارید 7 مرتبه، چی هست عزیزان؟ سوره زلزال. و به قسمت 80 رسیدید، 80 رو 7 بار تکرار میکنید، 80 و بعد از اینکه سوره رو ادامه دارید به انتها رسید، میگید که ای عمار این منزل یا این اتاق یا این مکان، از این اتاق خارج شوید، در کار من فساد و خرابی نکنید، به حق ملک تارش، بارک الله فیکم و علیکم. تموم. و اول اسرافتون رو میخونید، بعد تحصیلتون رو میخونید و بعد هم میشینید برای انجام این کاری که عرض کردم، شماتون روشن میکنید و براتون اصطلاحا میخونید و کارتون رو شروع میکنید انجام دادن. بخورتون هم سمت راستتون بذارید، زیادم نمیخواد اونجا دود و اینا بکنی، یه ذره از اون بخور میریزید، به اندازه که دود داشته باشه کافیه دیگه، خفه نکنید خودتون لطفا. خب مهمترین چیزی که هست این دستور هست که باید انجام بدید. یک مرتبه سوره قاف میخونید. سوره قاف رو که خوندید به آیه یه آیه هست که این آیه از اولش شروع میشه، در وسطای اون آیه به فکشفنا عنک غطاک و بصرک الیوم حدید اینجا میرسه. اون قسمت فکشفنا عنک غطاک تا حدید رو میبایست 72 مرتبه تکرار بکنید. بعد از این که 72 مرتبه تون تمام شد، سوره قافتون تمام شد، به کف دو دستتون میدمید، از بالای پیشانیتون دستتون رو میکشید تا روی سینه‌تون. بعد از اون عزیزان چیکار میکنید؟ شروع میکنید به سوره یاسین خوندن. سوره یاسین رو هم 3 مرتبه میخونید و بعد از اون میاد سوره چی میخونید عزیزان؟ کوثر میخونید. سوره کوثر رو هم 72 مرتبه میخونید. و من همینجا هم دارم میگم عزیزان، اگر خادمین دست پایین بیان، جنیانی هستن که خادم هستن به اون سوره ها، اگر نه دست بالا حضرات بزرگوار بالایی بیان که اونها هم باز خادم هستن، از بستگی داره به روحانیت شما که به شما میگم. از این شب به بعد هر یک باری که شب اضافه میشه عزیزان چیکار میکنید؟ هر یک باری که اضافه میشه به اصطلاحا سوره یاسینتون یکی اضافه میکنید. حالا اگر زمانی که شما زمان ندارید، وقت ندارید، خیلی هم ممکنه مثلا میخوان عمل رو انجام بدم اما وقتم ندارن، صبح باید پاشن برن سر کارشون و اینا، اگر میبینید وقت ندارید و
زمان ندارید به سوره کوثرتون یکی اضافه میکنید، مثلا سوره یاسین رو میخونید به سوره کوثرتون، شب دوم مثلا میشه 73 مرتبه، شب سوم 74 مرتبه، همینجوری یکی یکی اضافه میکنید تا شب هفتم. منتها چیزی که هست اینجاست، از شب سومتون به بعد یک کاسه آب با خودتون میبرید و هرچی که خوندید در کاسه آب میریزید و از اون آب مقداری میخورید، به صورتتون میکشید و سلام، دیگه اون آب رو نباید برای فردا ایناتون نگه دارید. عزیزان گرامیان، این هفت شب را باید در اتاق عمل بخوابید. این هفت شب رو باید در این اتاق بخوابید. بستگی داره به روحانیت شما که یکی از این عزیزان تشریف بیاره، سه تا از این عزیزان تشریف بیارن، بستگی به شما داره یا از کدوم درجه باشه. اومد در رویای شما، درود من رو به عزیزان برسونید و میتونید همونجا حتی با این عزیزان عهد ببندید اگر تونستید. نتونستیدم، مطمئنم به شما یک تحفه عزیزان میدن، یا چیزی بهتون میگن، یا مثلا دستوری بهتون میدن، یا مثلا مشکلی در زندگیتون داشته باشید، به قدرت خداوند یگانه حتما انشالله بهتون کمک خواهند کرد. و اما چه کسانی، اگرم عمل رو خواستید انصراف بدید، این کار رو بکنید: سه مرتبه زلزال میخونید تا انتها، به 80 تا رسید 7 مرتبه تکرار میکنید انتها میرید، و سه مرتبه هم چی میخونید؟ توحید میخونید، سوره قل هو الله. در آخر هم 7 مرتبه میگید که انصراف و انصراف و انصراف و انصراف، و 7 مرتبه از این عمل انصراف دادم و هرچی به واسطه این عمل وارد زندگیم شد، هر بند اتصالی برقرار شد پاره بشه و اون عزیزان به مکان خودشون بازگردن. بارک الله فیکم و علیکم. فردا هم یه چیزی تصدق میکنید به نیازمند، یا اینکه 14 کاسه شیر برنج به دیگران، به مثلا انسان‌ها تقسیم می‌کنید برای کفاره عمل. اگر هم خواستید عمل رو تا انتها برید، که تا انتها عمل رو میرید انشاءالله. و اما مطلبی که هست، چه کسانی میتونن؟ از کسانی که چسبک رو انجام داده باشن، عمل مثلا انصراف رو انجام داده باشن، انصراف از ماورا، چسبک رو انجام داده باشن، انصراف رو انجام داده باشن، پاکسازی محل کرده باشن و همچنین بهتر از ام الافاریت رو هم انجام داده باشن. این دستور در کانال هست، فقط این در کانال رادیو ماورا است که میتونید برید رو هم ببینید. و اما چه کسانی این کار رو انجام دادن؟ کسانی که حداقل به یک میزانی از چاکرا، بالانس چاکرا رسیده باشند. به جد توصیه میکنم عزیزانی که اول ابتدای کار هستن، این دست به این عمل نزنن. دیگه از گردن من ساقطه، به عزیزان من توضیح رو دادم و دوست ندارم دیگه به عزیزان توضیح اضافی تر بدم. امیدوارم که از این برنامه حظ کافی رو برده باشید و ببخشید من تونتون دارم صحبت میکنم، به خاطر اینکه وقت برنامه ضایع نشه. در پناه دادار باشید، کانال رو اصطلاحاً حمایت بفرمایید، برای دیگران بفرستید این برنامه ها رو برای حمایت کانال و همچنین استفاده دیگران، و تا یه لایو دیگه و برنامه آموزشی دیگه، دادار پایدار یارو یاور شما.